من میخوام خواهش کنم آقای مهام تو سال 1402 بگذاریم بمونن، برگردیم یه برش تو تاریخ بزنیم، بریم سراغ کودکی آقای مهام، اون زمانی که اولین بار با نام مبارک سیدالشهدا آشنا شد. کجا بود؟ کجا اولین بار امام حسین رو شناختیم؟ من قبلش یه مقدمه هست. من اینکه شما الان فرمودید، یه اتفاقی برای من در کودکی افتاده. من در سن 2 سالگی مادرم به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، انشاءالله قرین رحمت باشن. بعد پدر من، 3 تا بچه بودیم، من یه برادر بزرگتر 4 ساله، خودم 2 ساله، یه خواهر 6 ماهه. پدر من دست تنها بعد اینا رو، حالا این 3 تا بچه رو جمع می‌کرده. متاسفانه تا قبل از 40 مادر من بیماری می‌گیرم به نام ذات و ریه و اعلام کردن که کارش تمومه. ای با. و پدرم برای من تعریف کرد، میگفتش که من گرفتار بودم به خاطر اینکه مادر تازه از دست رفته بود، گفتن این دومیش هم کشت و حالا سومی هم حتما میره و یه همچین فشاری روی پدر خدا بیامرز من بود. موقع شبیه از شبها بود که دیگه نیایش میکردم خودم که خدایا این یکی رو دیگه از ما نگیر، یعنی این اتفاق پشت سر هم ما باید چیکار کنیم. قطع امید، یعنی کاملا پدرم میگفت کل قسمت بالای بدن شما رو عفونت گرفته بود و هیچ پنیسیلین جواب نمیداد، آنتیبیوتیک جواب نمیداد. من یک شب که خواب بودم و گریه میکردم، گفت خواب بودم مثلا دیگه گریه کردم خوابیدم، یک شخص نورانی در خوابش اومده و گریه میکرده. پدر من، حالا اون سید بودن، او سید چرا گریه میکنی؟ گفت یه همچین اتفاقی افتاده، همسرم رو تازه دست دادم، الان بچه دومم، و این اتفاق ممکنه در اصلا فامیل و اطرافیان بگن این داره بچه ها رو از بین میبره، یه همچین ذهنیتی ایجاد بشه. دست منو بگیر و کمک کن. گفت کی گفته بچهت مرده؟ بلند شو. اینجوری که به من میگن 9 روز من تو کما بودم. عجب. و پدرم میگه از خواب پریدم و دیدم تمام اکسیژن و سرم و خودتون سن کوچیک کندی و اون پایین داری راه میری، یعنی پایین تخت داری میدوی و یه درست شد دیگه، برگشتیم و الان داریم زندگی میکنیم. الهی شد. الان هم هستیم. از همون موقع هم که حالا دیگه 6-7 ساله شدیم روانه خدمتگذاری و نوکری در حیات. من هیئتی بود، من بچه نارمک هستم، بچه 4 تلفن خونه، در ما بین مدائن و مهر هیئتی بود به نام هیئت جوانان. ما 2 تا گروه سینه زن انجام میشدن. ما که کوچیک بودیم دنبال علاقه من به داشتن بیرق و کتل بودیم، که الان من مدت هاست دیگه کمتره نیست، نمیدونم چرا این کتل و هیئت رو ما بچه ها می بردیم جلو. وقتی مهمان می شدیم به یه هیئت دیگه و خوش آمد می گفتن، می گفتن سینه زنان شاهدین خوش آمدید خوش آمدید، و ما باید این پرچم ها رو به علامت سلام جلو این هیئت ها می دادیم و حالا بزرگترهای ما می اومدن سینه می زدن. و یادم هم نمیره این نوحه رو، خدا حفظش کنه، آقا جعفر ما مداح بود، میگفت شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان، پسر مظهر یزدان، که بودی صاحب تبل و علم و خیمه و سنج و حشم، و بعد دیگه تربیبندش هم میشد شه با وفا. اول بگم که من پزشکم، یعنی به دو تا چهار تای پزشکی عادت دارم، یعنی به این عادت دارم که 2 تا گروه بکنم، مریضا رو مقایسه کنم بین اینکه این دارو داده بشه و اون دارو داده بشه. و میخوام بگم که این حرفایی که میزنم علم وجود داره و فراعلم هم وجود داره. بله. یعنی چیز نیستش که غیر از اون بخوایم توقع داشته باشیم. ببینید از این داستان ها، مثلا یه مورد دیگه که 3 هفته پیش حدوداً اتفاق افتاد، من یه مریضی داشتم که هر کاری میکردم از اکسیژن جدا نمیشد، بدون اکسیژن تحمل نمیکرد و مرتب ما بهش میگیم سچوریشن اکسیژن، یعنی میزان اکسیژن تو بدنش هی افت پیدا میکرد و این خطرناک بود براش، بنابراین هی اکسیژن بهش میدادیم و هر دارویی که بلد بودم هم استفاده کردم و هر دارویی که موجوده استفاده کردم براش. آخر یه روز مامانش اومده بود، گفتم که چرا شیر نذر حضرت علی اصغر نمی کنی؟ اینجا به حضرت علی اصغر میگن عبدالله رضی.
گفتم چرا شیر نظر با ناراحتی هم بهش گفتم، گفتم این از اکسیژن جدا نمیشه، چرا شیر نظر عبدالله رضی نمی کنی؟ گفت باشه میرم امروز انجام میدم. رفت همون روز و من دیگه رفتم خونه ساعت 4 مثل همیشه. فرداش اومدم دیدم بدون اکسیژن و راحت و مامانش که اومد دیگه اینجا این دفعه دیگه تجربه‌ام دیگه جواب داد. مثل روز اول نبود. گفتم شیر دادی بر عبدالله رضی؟ گفت آره، رفتم پخشم کردم. گفتم بیا بچه تو بگیر تو دستتو برو. حتی عکسم ازش گرفتم مثلا تو صفحه شخصیم گذاشتم که مادر داشت لبخند میزد و خوشحال و شاد و بچه هم کاملا سالم. یه وقتایی علم زانو میزنه مقابل یه نیم نگاه اربابمون سید الشهدا. درست میگن؟ بله. از این نمونه ها شما باید بسیار دیده باشید. یه وارد حرم شدم تو اون شلوغی، دیدم که یه بنده خدای خانومی از اشاعر عراق میکنه. دیدم که نگاه به حرم میکنه و با یه تندی با قمر بنی هاشم حرف میزنه. میگه یه جورایی به این برخورد. آمدم جلو، سر صحبت رو باز کردم، گفتم خانوم این آقا با ابوالهوای این آقا ابوالفضل عباس چرا اینجوری باش حرف میزنی؟ چه طرز صحبت کردن؟ میگه یهو نگاه کرد به من، تیز نگام کرد، گفت شما کاریت نباشه، خودش میدونه. میگفتم یعنی چی؟ خب گفت من از یکی از روستاهای دورافتاده بصره آمدم کربلا. میگه که روستای ما رسمه اگه قافله کربلا بخواد راه بیفته، میگن یه علم وسط میدان روستا میزنن، همه میفهمن که قافله میخواد راه بیفته کربلا. میگه من تا این علمو دیدم انقدر شوق زیارت ابو عبدالله تو قلبم افتاد، منتظر موندم غروب که مرد خانه آمد و آقامون گفتم که بریم کربلا. گفت زن نمیتونم بیام، من کار دارم اینجوری. خیلی اصرار کردم قبول نکرد. گفتم بذار من برم. دوباره گفت که تو تنها چه جوری بری؟ بعد تو بری من این دوتا دختر بچه رو چه جوری نگه دارم؟ من روزا باید برم دنبال کار. گفتم که اینا رو هم میبرمشون. میگه براق شد، گفت که این دوتا بچه سالم نیستن، تو چجوری اینا رو میخوای ببری برگردونی تنهایی؟ میگه یهو قسمش دادم، گفتم تو رو به ابوالفضل عباس بذار ببرمش. گفت اما سالم میبری؟ سالم برشون میگردونی ها؟ میگه گفتم باش. گفتم خب حالا چی شده؟ گفت دردم رو به کی بگم؟ سه روز من این دوتا دختر بچه رو تون کربلا تون شلوغی گمشون کردم. میگه که به منم گفتن الان آخرین باره، میام و اگر پیداشون کردی که کردی، نکردی ما قافله باید برگرد. اومدم بهش میگم دخترام بهم برگردم. میگه منم خیلی متاثر شدم، رفتم زیارت سید الشهدا. مسیرم دوباره بر میگشتم، گفتم برم ببینم این خانم چجوری شد، فکرم مشغولش بود. میگه تا وارد شدم از دور تو همون موضعی که دیدم که اون خانومه ایستاده، تو دختر بچه چادر گرفتن. میگه دویدم طرفش، تا رسیدم بهش گفتم دیدی خیلی مرده؟ دیدی بهت گفتم خیلی مرده؟ میگه یهو متوجه من شد، گفت مردتر از اونی که تو فکرشو میکنی. گفتم چطور مگه؟ گفت نه تنها بچه هامو به هم برگردون، این دوتا دختر بچه زبان صحبت نداشتن. این خواهرام اینجا بودن یاد این افتادن، داشتم گریه میکردم یهو دیدم دوتا دختر دارن چادر رو میکشن، میگن یما یما. مادر منم بود دیگه، مادرم میگه تو باید تمام ایام عاشورا رو سیاه بپوشی. مامان من بهت میگم باید بپوشی. من نظرم اینه که تو همیشه، چون خدا تو رو دوباره به ما داد، تو قرار بود بمیری، نه مردی، زنده موندی. چی بوده داستانش؟ من داستانم مثلا اون بیماری بود که تو بچگی داشتم دیگه، دهه 40 داشتم دیگه، میشه برام فرج اطفال. خب اون بیماری که داشتم دیگه، مامانم تعریف میگه، میگه اصلا تو رو حسین به من برگردون، چون دکترها میگفتن این بچه نمیمونه. میگه من هر دفعه که میرفتم میگفتم یا امام حسین بچه منو نگه دار، من همیشه تو عزاد میگم سیاه بپوش. رحمت خدا بر مادر. به این احترام بذارید، به این خیسی چشم من و چشم محمد حسین احترام بذارید. اصلا میگم که آقا نه من مسلمان بودم، نه مامانم بوده، نه بابام بوده، کافریم، گبر روزگاریم. درسته؟ یه حس مادرانه که داره این مادر، یه حس پدرانه که داره این پدر. چقدر این غیرت شما رو دستگاه امام حسین شیرینه عزیزم. بله، خیلی ها حاجت روا شدن،
خیلی ها به عشق به گرفتن حاجت میرن پنجل فولادی. من یه جا خوندم یا شنیدم خاطرم نیست که شما هم جزو کسانی هستین که بعد از اون اتفاقی که براتون افتاد و خب متاسفانه سکته کردین و بخشی از بدنتون دچار بیهستی بود در شب نیمه شبان اگه اشتباه نکنم درسته؟ من خرداد ماه سالهای پیش احساس کردم بدنم کرخت شد، بلند شدم از جا، پسرم داشت تیشرتشو میپوشید بره بیرون، بلند شدم سرم گیج میشه، یه مرتبه خوردم روی اون سرامیکای خونه و از حال رفت، یه بر صورتم این طرفی شد، دستم بیهست همینطور بیفتاد، پام دیگه نای حرکت نداشت. تا اینکه به پسرم گفتم که بابا خدایا چی شد؟ آژانس گرفتن و منو بردم بیمارستان. توی بیمارستان که رسیدیم فقط صدای بچم رو میشنیدم که میگفت چی کار دارین؟ اینقدر عکس نگیرین، این حالش خوب نیست. به هر صورت بعد از 12 روز منو گفتم بابا پسرم یا منو بر مشهد تو تهران. تهران این اتفاق براتون بعد گفت کجا بریم؟ با مشهد چه کار؟ گفتم فردا شب تولد صاحب زمانه، منو ببر کابوس آقا. رفتم اونجا هنوز وارد حرم نشده بودیم، صحنه توسی رو طی می‌کردیم، یه مرتبه دیدم یه آقایی منو شناخت. آی صاحبی چه کار می‌کنی اینجا؟ کجا؟ چرا اینجا؟ گفتم نمیتونم حرف بزنم، دستم رو پسرم گرفته بود. بعد از اینکه باش صحبت کردم گفت من کفشداری میرم. این آقا گفت میرم کفشداری، اونجا برم کارمو انجام بدم. رفت و برگشت دیدم دو تا نایلون دستشه، پلاستیکای کوچولو، یکیش داد به من یکیشم داد به پسرم. دیدم توی اون نایلون مقداری نخود و شکلات و از این نبات متبرک گذاشته بودم، یک تیکی از اون نبات هم گوشی لب من گذاشت. هنوز باور کن حسن آقا، باور کن، این آب نبات از گلوم پایین نشده بود، بدنم داغ شد. دستم که اینطوری گرفته بودم کمک ولش کردم، ده پایسا پام همینطور گرم شد، صورتم هی نگاه میکردم دیدم که واقعا داره خوب میشم. ای خدا یا امام رضا. میتونم بپرسم اون قصه طفولیت تو با امام رضا چیه؟ اگه گفتنی ها. آره خیلی چیز یه اتفاق خارق العاده است برای من. من زمانی که در واقع کودک بودم یک بیماری خیلی سخت و کودک. این چند ساله؟ فکر میکنم مثلا 4-5 ساله. آره. خودت یادت میاد نه. یا نه؟ این الان البته نقل من یه چیزایی رو یادم میاد که تو همین سن من روی فرش و فرش بود میدویدم میرفتم میومدم، این چیزا خاطرم هست، ولی حالا اون چی که دارم تعریف میکنم چیزیست که برای من تعریف شده. یک بیماری خیلی سختی میگیرم که دیگه اصلا میگن آقا تمامه. آره دکترا میگن آقا اصلا دیگه نمیشه، نمیشود و اتفاق نمیفتد. خدا رحمت کنه همه انبات رو، پدر من روحش شاد، روح همه انبات شاد باشه، منو میارن کابوس امام رضا مشهد و به همراه مادرم و میگن که امام رضا، من چون تک پسرم بودم در بین آره اعضای خانواده و سه خواهر دارم، میگن که یا امام رضا این فرزند منو قبول کن و یه کاری بکن که خوب بشه انشالله. اگر که این اتفاق افتاد و شما پذیرفتی که شفاعت پسر من رو بکنی، سال آینده من موهای پسرم رو کوتاه نمی کنم، سال آینده
همین تاریخی که الان اومدیم کابوس شما، فرزندم رو میارم و به اندازه موهاش طلا میگیرم و وزن موهاش. آره وزن موهاش طلا میگیرم. بله و میریزم به در واقع صحن و سرای شما. یک سال بعد این اتفاق افتاد و آره خداوند بزرگ کمک کرد، امام رضا شفاعت ما رو کردن و خدا رو سر زور مرتبه شکر سلامتی کامل به من برگشت و اون چیزی که یادم میاد این هست و برای من اتفاق نظر کرده امام رضا و شفا یافته امام رضا. میگم من یک رازهای مگو یا اتفاقای خیلی ویژه‌ای با امام رضا داشتم. ما سالها پیش، شاید مثلا این داستان که میگم مال در 12 سال پیش، مادر آمده بودیم امام رضا، بعد همینجوری که تو فضای حرم بودیم نزدیک ظهر هم بود یک مناجاتی پخش میشد و من به مادر گفتم چقدر خوب میشد که اگر من این توفیق رو داشتم که یه کاری میخوندم که تو این رواقها و تو این درواقع صحنه ها و اینا پخش میشد. مادرم این امروز اتفاقا به من مادر یادآوری گفت، یادته، گفت از خود امام رضا بخواد درست میشه، باورتون نمیشه. من همونجا یک ارتباط قلبی گرفتم و از خدا خواستم که به برکت امام رضا اگه توفیقی هست ما یه کاری بخونیم که چون برای من به نظرم یه حاصل از حیات جان این دم از تادانی. بعضی از کارها همون یه کار برای کل یک عمر آدم بسه. ما بنده در واقع از خدا خواستم که توفیقی بشه یک کاری اینجوری انجام بدیم و موقع رفتن ما با برگشت ما به تهران بود، ما هواپیما کشه دیدی که هواپیما میشینه همه تلفن ها روشن میکنن، موبایل ها روشن میکنن. موبایل روشن کردم، یعنی الان هم دارم میگم، من اصلا پوست بدنم اینجور. موبایل روشن کردم دیدم یه تلفن افتادش ناشناس، شماره منشد، کد منشد. گفتن که ما از مرکز آفرینش های آستان قدس رضوی هستیم و از شما در واقع دعوت شده که اگر ممکنه یک سری مناجات برای پخش در حرم برای ما بخواه. یعنی باورت نمیشه، یعنی اینه این اتفاقی که میگم، اگر بگی یک واو یک کلمه امروز مادر به یادآوری میکرد اینجا. و همین میگم ما من یک رازها و سرهایی دارم با امام رضا. این جالب گفتین یه خاطره، اینها این واقعا یک چیزی هستش که برای خود بنده اتفاق افتاده و ما همیشه مورد این آستان هستیم و خوندید اون آثار. بله بله، و این توفیق رو دارم که اتفاقا همین الان از پله ها می اومدیم بالا، یکی از دوستان پشت صحنه گفتن همین امروز صبح از اون صبح مناجات شما اینجا داشت پخش می‌شد. من گفتم خدای شکر چه توفیقی بالاتر از این. شفا پیدا کرده.